مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما تشکر میکنم از استاد محترم سادات صاحب که امروز لطف کردن و این زمینه را مساعد کردن که ما در جمع شما برادران فرهیخته و گرامی صحبت چند به عرض برسانم. اولا ما تبریک میگم به فامیلای دکتر سای سوما و سادات صاحب و سعادت دائمی چی در این عالم چی در عالم برزخ و انشالله در بهشت برین برای ای دو فرزانی گلدستی نورسته استدعا دارم از بارگاه الهی و از برادر محترم زبیر جان اکبری بسیار زیاد تشکر میکنم، برادر مؤمن و موحد که با احساس بسیار پاک برادری و اسلامی در این محفل تشریف آوردند با وجود که مشکلات داشتند و ندای ما را لبیک گفتند. بسیار زیاد تشکر. در این آیات مبارک که به شما ما قرائت کردم دوباره میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت رحمتاً كل وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. خداوند یا قرآن کریم یک معلومات را در دسترس بانده ای آیات مبارک قرار میده که عرش الهی که کنایه از مرکز قدرت الهی است یا مرکز صدور احکام است و جهان هستی دارای یک مرکز است و این مرکز به هو خداوند احاطه داره. یکی کرسی است و سه کرسی و سماوات و الارض. کرسی تخت را میگن که پایایش کوتاست و این کرسی که کل آسمان ها و زمین احاطه کرده، عرش که پایایش بلندتر و بزرگتر است، دراستر است، طولانیتر است، آیا
چی جایی باشه چی مقامه و در اوجه یک تعداد از ملائک که تعدادشان 8 تا است عرش الهی را حمل میکنن و اینا بر مؤمنین پیوسته دعا میفرستن. یعنی ایمان رشته اتصال میان عالم ملک و ملکوت است. مؤمنین باید بر خود ببالند بنازند که ملائک مقرب الهی که حامل عرش الهی هستند اینا بر مؤمنین دعا میکنند و استغفار میکنند و میگه که ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما، خداوند رحمت تو بر همه عالم وسعت کرده با علمت. این رحمت الهی که خود خداوند جل عظمت در سوره انعام فرموده که کتب علی نفسی رحمه، بر ذات خود رحمت واجب گردانیده خداوند بر انسان ها که ساری و جاری باشه و این رحمت به شیوه های گوناگون تجلی میکنه. یکی که مستقیما از عالم غیب خداوند یک در را باز میکنه، گر بروی تو ببندد همه درها و گذرها در دیگر بگشاید که کسان را نداند. و یکی از شیوه های رحمت هم چون یکی از نامای خداوند مسبب الاسباب است، از طریق وسایل و وسایط و وسیله رحمتش در اینجا بر انسان ها متجلی میشه. من امروز از این رحمتی که از یکی از برادرای مؤمن ما طی سالان متمادی برخوردار شدیم و دست مرا گرفته مرا رهنمایی کرده، میخواهیم در محضر شما ارادت خود به محبت و اخوت و عنایت و نجابت و لطف از او تقدیم کنم. تشکر میکنم برادر بسیار بزرگوارم محمد عظیم آبرومند، من بسیار آموختیم فیض گرفتیم و امروز فقط خواستم یک ارادت کوچک خود تقدیم کنم. سلام علیکم برادران، خواهران و دوستانی که در جشن عروسی عزیزان الفت یافته محبت چشیده و با حسن اخلاق و حیا خمیر شده حضور یافته اید. نیت من با ارائه کلامی که برای شما ترتیب دادم ایجاد فضای سرور و محبت است. می خواهم هیجان ایجاد کنم که با تجلیل این مجلس چند لحظه‌ای با حضور قلب و نور ایمان یک سفر باطنی داشته باشیم و طی این سفر ان شاء الله چهره ها بشاش، سینه ها فراخ، دل ها منقلب و افکار متهیج گردند و در آخر سفر اخوت قائم، معنویت حاکم و خدای یکتا و صمد ناظر بر احوالات ما باشد و هادی رفتار و گفتار ما در محافل عام و مجالس خاص گردد و فلا و رستگاری میدان کارزار ما شود و چشمان ما مجذوب انوار حقیقت گردیده در مجلس یکتا پرستان و خدا دوستان حضور حضرت حق چراغ فروزان باشد و ما نوسفران داغدار را به خصوص این دو الفت زده روزگار و فرزانه امشب را در مسیر داعیه حق و طریق ادب و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم رهنمود و رهسپار سازد تا جشن ابنوزی ما بزم شیفتگان مدرسه نبوت گردیده سرور و عشرت از اعماق قلب به اقصای وجود انسانی ما سیطره کند، زبان بشری ما تمهید خدا گوید الحمد لله رب العالمین فکر ما ذکر گردد و ذکر ما ندای خشیت سر دهد و بسم الله الرحمن الرحیم
کلام را آغاز می نمایم با یک گفته از حافظ شیرازی. همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. همت انسانی تمثالی از سراسر وجود وی است. تمام وجود انسانی ما در همت ما نهفته است. حافظ می گوید من تمام همتم را به مشایعت این راه مصرف می کنم، تمام همتم را فدا و بدرقه این راه می کنم، چون حافظ مطمئن است که این راه به حد طولانی است و پیچ و خمهای دارد. ملایمات روزگار و سرنوشت در این راه موجود است. ای طایر قدس، هر نوع دلهره و اراس در این راه نفته است. طایر قدس گاهی حضرت باری تعالی جل و عظمت و گاهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. البته هر دو منظور درست است. هیچ گونه مسئولیتی در آن راه وجود ندارد. هر لحظه دست چپاولگران و قطاع و طریقان امکان عمله و هجوم را در خود به دنبال دارد. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. بیتی که قصدار بود. و یگانه رهایی همان توکل است به حضرت باری تعالی، که امید پیروزی و رستگاری در طریق ران افته است. و حضرت سبحان در کلام قرآن چیز با و محکم می فرماید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این دعای کسانی است که راسخان در دین هستند، در علم قرآن هستند. این آیه مبارکی سوره آل عمران بود، آیه 8. و قبل از این خداوند در اوجه می فرماید قرآن کریم که هو الذي انزل عليك الكتاب منه هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم. وكسسكين كتاب را بر تو نازل کرد. بخشی از آن آیات محکم یعنی روشن و سریس که اصل و اساس این کتاب را تشکیل می‌دهد و بخش دیگری آن متشابه است. احتمالات مختلف در معنای آن و آیات آن می‌رود، ولی با توجه به آیات محکم تفسیر از اونا روشن می‌شود. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است به جهت ایجاد فتنه و نیز جهت تفسیر آیه به دلخواه خود به سراغ آیه متشابه میرن، در حالی که تفسیر این آیات به جز ذات الله سبحانه و تعالی و راسخان در علم را کسی دیگه ای را نمیدانه. امی راسخان در علم امی دعا را در ادامه آیه میکنن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتانا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا پس از آن که ما را هدایت نمودی دلهای ما را به باطل مگردان، مایل مگردان. راسخان در علم. آره، پس حافظ راست گفته که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. براستی که تو خود بسیار بخشنده ای. این دعا دعای عبادت است، دعای هدایت است. می فرمایید با وجودی که ایمان آوردیم و هدایت شدیم، لذا از تو طلبگار قدم های متین و محکم بوده و خواهان حفاظت تو از دلهره دنیا و نفس اماره می باشیم. ما در مجلس امشب که با هم حضور داریم، پدران، مادران و نیاکان فرزانگانی هستیم که یا در این دنیای غرب از ایام طفولیت تربیت یافتند و یا در همین عصر و همین مکان چشم به دنیا گشودند و دنیای نیاکان و پدران را از ورای اوراق تاریخ قصه های شیرین و داستان های تزیین یافته آشنا می باشند که در معرفت دین و پیوستگی ایمان و دلبستگی به دنیا
نه دستیاب به تجربه نیاکان خوان گردید و نه از آن تلخکامی ها و پیروزی ها محظوظ و متاثر خوان گردید. فراخنای زندگی و صحنه حیات اجتماعی و فردی آنان صرف در سنت های خانوادگی و جشن های مذهبی با یک همزوقی محتمل تحمیل شده به زور میبریم در محافل، پیوند نسبی با شیوه زندگی بزرگان خواهد داشت. احساس سرور و شادی و غم و اندوهشان و سبک برخورد با مشکلات زندگی فرق متمایز با برداشت پدرانشان از مفهوم زندگی داشته و در آینده نیز خواهد داشت. یکی از مفاهیم واقعی مهاجرت نو کردن کالای وجود است. معنی کالای وجود در ظاهر همین البس است که جسم محفوظ می داره، اما در باطن تجدید پیمان، تقویت ایمان و تنسیق فکر و اندیشه در تلاقی با دنیای مهاجرت است. با ورود فرزانگان ما چی از طریق تولد و چی از طریق پرورش در این دنیای جدید یعنی سرزمین غرب، انعنه و رسم قدیم است که قدوم وارسته نوزادگان و ورود و دخولشان را خیر مقدم میگوییم و مرسوم است که هر قدم نو را با شادمانی و مسرت و دف و نای بدرقه میکنیم و در آن فضا نفرت، کینه، بغض و عداوت را از خود به دور میداریم و هرچی سبقه و نشانه از اخوت، برادری، محبت و میرورزی زمینه تراوش و تراوت آن را فراهم میسازیم و از حدیقه محبت به گلستان اخوت، گلهای معطر، گلدسته ساخته تا در آن فضای جشن و سرور نسیم دلاویز صفا و صلح بوزد و شبنم لطیف محبت از آسمان رحمت بر نگینه های شریف خلقت چیره شده، انوار الهی کن وجود آنها را مشتعل گرداند و از ادنای خلقت با امواج رحمت رو به بالا عروج نماید و جلوه های راستین از کمال و جلال کبریایی در روی زمین گردد و زمین را کفاف را نداند و چشم به آسمان دوخته پهنای سیارات ارجمند خلقت را با وجود خود مشعشع سازد و این سیمای محمد است صلی الله علیه و آله و سلم در وجود امت و این جلوه از احد است در انسانیت و این دغدغه نبوت است برای فلاح بشریت. همه این صورتهایی که در کلام به شما ارائه شد نوعی از شادی، خوشنودی، سرور و شادمانی روان انسانی را مجسم می سازد و تشنگی فراق و هجرت را به تصویر می کشد. همان است که مولانا می گوید خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو. امشب شب رفتنم. ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، ای فلک بی من مگردو و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مگردو ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مران و ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو. شب ببینید زیبایی کلام، شب ز نور ماه روی خیش را بیند سپید،
شب زروی نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرا. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرا. چون حریف شاه باشی ای طرب بی من منوش، چون به بام شه روی ای پاسبان بی من مرا. وای آن کس که در این ره بی نشانی تو رود، چون نشانی من توی ای بی نشان بی من مرا. وای آن که اندری ره می رود بی دانشی، دانشی راه هم توی ای راه دان بی من مرا. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو. شما ببینید که چه تصویر زیبای مولانا از جانان می کشد. او از پیشش می رود و مولانا ندا می زند، ای جان جان خوش خرامان می روی، تو بسیار فرخنده و خوشحال و مسرور استی و می روی. مرا نیز، مرا نیز بکشان با آن فرحت و لذایل زی که دستیاب می گردی. از این دنیا مرا با خود ببر به آن ملکوت، خوش خرامان می روی، آزاده می روی، ای حیات دوستان. چرا حیات دوستان؟ در جایی که مستی و شادمانیست، در جایی که مستی و شادابیست، تو منفذ و آغاز و مجری این حیات استی. در غیر آن هستی و حیات جمع مرده است. تو برای من حیات آوری، از جمع زندگان سخن میگوید، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو. بوستان اومان جایی است که در آن تراوت و عطرای معنوی است. آنجا خو رفتنی هستی، بی من چرا میروی؟ مرا هم با خود در آن بوستان ببر، اما خوش خرامان داخل کن. در خوش خرامانی آزادگی نفت است. مست، امیدوار و سرشار از همه توکل‌های هستی، آنقدر مست هستی که سر دنیا به اصطلاح ماکابولیا رأی نمیزنی. شتاب زده و عجول نیستی، رسم دنیای نو شتاب زدگی و عجلگی است. در خوشخرامانی عجلگی نیست، تو عجول نیستی، در خوشخرامانی صبر و حوصله و بردباری نفت است. رسم آزادگان خوشخرامانی است. در شتاب زدگی و عجله دنیاداری و نفس مطرح است. ترک کردن دوستان و عیان مطرح است. خود و خودپرستی مطرح است. دست من باید به آن برسد، باید به او برسم، مثلا قدرت، و دیگران را باید دفع کنم. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. در خوشخرامانی تعاطف، تعادل، تساند و بیرنگی مطرح است. خوشخرامان می روی. از ابیات مولانا که به شما قرائت شد، طبل وجود آهنگ ملکوتی می نوازد و روی آدمی فغان اجران بسر می کشد. حال تفسیر ابیات: اگر روشنایی قمر استی، اگر فلک در گردون استی، اگر زمین زیر پا، اگر زمان در گردان عمر، و اگر دنیای پر از خروش و طغیان این جهان، اگر آخرت پر از تنعم و آرامش و صفای آن جهان، اگر ماهی در شب، اگر گلی در گلستان، اگر پاسبان شاهنشاه و اگر بینشان ره، اگر دانش فرزانه‌ای برای گمگشتگان راه، و اگر عشقی میری یا الفت و محبت، و اگر آنی و اگر اینی، دور از همه اوهام و نشانه ها، من در کمال استی با همه شکست و ریخت انسانی از تو طلبگارم که مرا تنها مگذار.
و من مظلوم غریب را و بیچاره را با همه علم و فراست اما بیدانش و بصیرت در این راه پرخم و پیچ تنها مگذار. من با تو هم، از تو هم، پیرو راه تو هم. تو عزیزم، تو نظیرم، تو بشیرم، تو اخیم، مرا با خود ببر. این خطاب است که مولانا در قالب شعر به یک شاهزاده انسانیت می کند. دیگران گویند که این شاهزاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعضی ها گویند که این صورت و جمال مرشد مولانا است، شمس تبریزی. مگر من میگویم که مولانا این خطاب را به اخوی خود، برادر خود، خواهر خود، عزیز خود، به همسایه خود، به هم فکر خود، به هم مذهب خود، به هم مشرب خود و بالاخره به هم نوع خود میکنه. شما میدانید که تجلی عشق حقیقی در شخصیت یک انسان ویدا میگردد و نیز تصویر از ایمان در مؤمن منعکس می شود. آیات در اول خواندم. مولانا در اخیر ابیات شیرین خود می فرماید: دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو. صورت حقیقی عشق همان روح انسانی است که آن روح خجسته مبدا و منشأ الهی دارد. به اون خاطر است که امر فرموده: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بگو همانا نماز من، عبادت من، زندگی من، مرگ من برای ذات الله پروردگار عالمیان است، شریک برای او نیست و من به آن عشق و محبت، روح تسلیم و خلوص و عبادت مأمور شدم. من نخستین مسلمان و تسلیم پروردگارم. به همین لحاظ همه تمنیات ما به خاطر دوستی خداست. طریقه محبت و عشق ورزی نسبت به شما برادران و خواهران عزیز که من دارم و شمایان بین هم دارید به خاطر خداست و محبت این دو فرزانه که آرزوی قوت و شدت را از صمیم قلب دارم هم به خاطر خداست. نکته های بعدی که می خواهم مختصرا یادآوری کنم و فضای این جشن عظیم را چند لحظه به یغما ببرم که تا جوف دلها را در تلاطم خوشی و غم قرار دهم و افکار عزیزان را متحول گردانم تا میزان نیک و بد را از ضمیر یکایک شما طلبگار گردیده، در اخیر نکته های محبت و برادری را شعار خود و شما سازم. نکته اول: در حلقه های سیاست و قدرت موج دلبستگی به نام و نشان باعث بر عداوت، نفرت، بغض، کینه و حسادت گشته است. بیایید این رسم را برهم زنیم. تکرار میخوانم: در حلقه های سیاست و قدرت موج دلبستگی به نام و نشان باعث بر عداوت، نفرت، بغض، کینه و حسادت گشته است. بیایید پیمان کنیم که این رسم را برهم زنیم و توفیق از خدا طلبیم و بر بغض و عداوت مور اختتام زنیم و پیام رسالت را از نو با ذوق و شوق خجستگان رای رسالت بنوازیم. گرچه دشوار است مگر قدمای مسلمین موفق گردیدند و در توفیق آن از خدا استمداد جوییم. نکته دوم: در کشور و در عصر زندگی میکنیم که اصل تسامح و بردباری را از دریچه عقل ناقص به میراث گرفتند و ما میراثخواران سرای وحدت و پیام رسالت آن را از دریچه شفاف وحی به میراث گرفته ایم. فرق بین از کجا تا کجاست؟ پیام وحیانی کجا و عقل ناقص انسانی کجا؟ ما در کشور زیست می نماییم که اکثریت آنها مسیحیان سکولاراندیشند. اینها کار و بار حضرت باری را در عصر جاری تعطیل می انگارند.
و خود را محق تطاول و چپاول طبیعت و بشریت می انگارند. مگر بوش نگفت؟ گفت هر کس با ماست آزاد است. هر جنایت پیشه را که دفاع کرد کرد. ولی هر کس گفت با من نیست، من صاحب عالم هستم. و ما در این دیار غرب خواهان رسم شریفیم. پس به ارجمندی، صبوری، شکیبایی و ظرافت فکر و اندیشه راه تساند و تعاون را پیشه کنیم. و امنوان، همسایگان و مقربان خود را با حسن خلق و حسن زن، نسوی زن، مجذوب کردار اسلامی خود بسازیم. و چی خوش غنیمت است که با عمر محدود در این سرایی که به عقبا می انجامد چنین کار شایسته را انجام دهیم و خوش خرامان رویم. به تعبیر مولانا، سینه فراخ، پیشانی درخشان، چشمان باز و اندام سبکبار. با چالاکی ذهن، با وجود متواضع، با فخر ایمان، بدون تکبر بر دیگران و قدم به بالا گذاریم. سیمای مرد مؤمن آمان خوش خرامانی است که در آن فلاح و رستگاری محسوس است. به همزیستان به چشم عقارت نمی نگرد. همزیستان و حریفان و رقیبان را با حفظ کرامت سهیم در انسانیت می شناسد و بدون احراس دل و رب پیوسته به سوی بالا می نگرد و سبکبار یعنی خوش خرامان سیر سعودی به سوی مبدا و مرجع و آغاز و انجام می شتابد. نه شتاب زدگی دنیای جدید در کار است و نه صبوری دنیای قدیم، بلکه همه وجود در اعتدال است. امت وسط مستانه می نگرد، دیوانه می گذرد، شاهانه می اندیشد و این همه کار برای یار می نماید. اما در دیار اغیار از آن بهتر باید نمود و از آن خوبتر باید سنجید، چرا که این بسا امانت وزین بر شانه های خمیده مایان است که در انتظار پایان عمریم. آنان را الگوی باشیم صادق و سرمشق باشیم روشن تا از بار این امانت به بهترین وجه بیرون آیند و در این شارای پر از موج و غبار مادیات شهسوار روزگار گردند و شحنه توحید بسرایند. نکته سوم و آخری، ابیاتی را از غزل سعدی شیرازی خدمتتان بازگو میکنم. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود. من مانده هم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او، در استخوانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. از من مجو دیگر نشان، که از دل نشانم می رود. در رفتنی جان از بدن، گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. منظور از ساربان در بیت بالا ساربان عصر و زمان است و آرام جان عزیزان است که عصر و زمان در آغوش خود با خود آنها را می کشه. رسم جدید، فکر جدید، عنعنه جدید، دانش جدید، عمران حیات اجتماعی، سیاسی و فردی در آن نهفته است که فرزندان و وابستگان ما را با خود می کشاند. اگر شتاب زده و با تعجیل روند، بیگانه شوند. و اگر به تعجیل آهسته روند، پس مانده و فقیر و بیچاره گردند. ما نه در پی بیچارگی آنهایی و نه در آرزوی بیگانگی آنان، بلکه ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. هی هم یک نغمه است که مردم کابل در عروسی می نوازند.
آهسته برو ماه من، آهسته برو. از ما دور می روی اما آهسته برو، به خود خانه ایمار می کنی، خانواده می سازی، از ما دور می شوی، رسم نو، فکر نو ایجاد می کنی. مگر عزیزم آهسته را تا نه بیگانه شوی و نه بیچاره. در این ابیات سعدی ما فریاد جدایی را با چشم جان مشاهده می نماییم. خود سعدی هم این صحنه را دیده، احساس کرده که این شعر گفته و آگاهی در اختیار ما می دهد که انسان مجعز با تمام توانمندی های عقل و فراست و کمال و انسانیت و جلال و قدرت در موضع و مقام می رسه، در حالت قرار می گیره که آن همه فرخندگی مستانی قوت بزاری ضعف ناتوانی و عجز چون خاکستر از آتش و چون بباد چون ریگستان داغ مبدل می گردد. آن موضع و مقام حالتی است که انسان عزیزترین چیز خود را از دست می دهد و آن عزیزترین چیز یعنی گلدسته نوشته را ساربان عصر با خود می برد. ساربان مظهری است از رهبر معنوی، رهنمای مذهبی، شهسوار سیاست، مرشد ولایت، فرزانه از خوبان معرفت و یا فرهیخته از قوم و کنیت. ای ساربان عصر، عزیز و دلبند و فرزند و پیوند و بالاتر از همه، آرام جان را با خود میبرد و انسان با کمال ضعف و نیاز به ساربان عرض فریاد میکشد که ای ساربان هایستران کارام جانم میرود. آرام جانم عالی ترین مفهوم برای یک انسان آگاه خجسته و آراست است. آرام جان نشانی از اطمینان و ایمان و ایقان است و علامه از انتقال همه هویت انسانی در آن نهفته است که آن گوهر والای انسانی را و آن پیوسته نورسته نسل و رسم و کر و فر وجود آدمی را نمایان می سازد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، و آن ذکر جان و متن قلوب ذوق و شوق مهر را در مفهوم آرام جان تجسم می دهد. و آن ساربانی که آرام جان با خود می برد، سعدی شیرازی فریاد می کشد که آهسته رو آهسته رو، به خاطر که حباب حیات از نور ذات مستفید گردد. ما غفلت کردیم، ما شب و روز ما بی جا می گذرد. تا آن خاک وارستگی میثاق پیدا کنه. کدام میثاق است؟ الستو بربکم قالو سلاما. ما یک پیمان عشق ازلی با خداوند داریم، ما قبول کردیم، ولی این وارستگی میثاق نداریم در این دنیا با اعمال خود. و آن نوبسته مدهوش وارسته باهوش گردد. ای ساربان آهسته ران، و در بوستان کائنات از معرفت ذات بیاش آمد و قدم آهسته راند. آن گلدسته نورسته از بصیرت و حکمت طربناب گردد. ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود. سعدی شیرازی در بیت دومی غزل مانند یک نقاش ماهر واماندگی و دورافتادگی انسان در ذهن به تصویر می کشانه. میگه من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیش دور از او در استخوانم میرود. آدمی در واماندگی و افتادگی آن موقع واماندگی و دور افتادگی و دوری را با تمام وجود احساس میکند که عزیزترین چیز و محبوبترین ارجمند خود از دست میدهد و از آن محبوب و ارجمند خود دور میشه و با کمال همت که کل هستی انسان از بی قوت میگرده و با کمال فراست و حکمت بی حیلت میشه. این حالت ما کل ما دیدیم. تا دوای برای اجرت و مجوری فراهم سازد
در مهجوری نیز عجز و شکستگی و فریاد و مصیبت نفته است، اما اینها صدای رسای اجران را رقم میزنند. مگر زخمه روزگار و ساربان عصر، یعنی رهبر فکر و شیخ مدرسه و رهنمای سیاست و کیاست و دلربای معرفت و اسباب مادیت، آن دلبند دلتنگ شده زمان را با خود میکشاند و انسان ناتوان پر عجز و بیچاره فریاد سر میدهد و رنج جدایی را به مهجوری پیوند میدهد و سرکشی دلبند و پیوستگی آن با ساربان عصر شکوه میکند، گویی که در این حالت نیش دور از او در استخوانم میرد، کار در استخوان رسیده و آن شکوه و شکایت ناچیز نیست، بلکه زخم هولناک نیش جدایی است که از دور با زخمه آن تا استخوان جان رخ نکرده. در پهلوی آن بیت است برای پیران که مرگ را به تصویر میکشد و صحبت ما خاتمه مییابد و از جدایی عزیزان حکایت میکند و از انفکاک بدن و روح قصه میگوید و در آنجا هم آهسته آهسته باید رفت، چنان که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. قصه پردازان منظری مرگ، خواندین منظری مرگ، واعظان بهشت و دوزخ و محتسبان پرقساوت هر نوع حکایتی از مرگ دارند، مگر سعدی میگه در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. میگم من دیدم که چطور روح از بدن پرواز میکنه و به چشم خیشتن میگم مشاهده میکنم که جان از من جدا میشه. این جدا شدن جان هم خرامانی داره که آهسته آهسته از من دور میشه و برای آن باید پیش از پیش کار کرد و زمینه مساعد ساخت و آهنگری کرد تا قلبه و کشت آماده گردیده و گندم سرنوشت سنبله های اعمال نیک به ثمر آرد. تا نه آن قصه پردازان را مجالی باشد و نه آن واعظان را غوغای و نه آن محتسبان را سر و حساب، بلکه من باشم و خدای من و آنجا حساب دهی کنم و ایمان دارم که خدا غفور و رحیم است. کان الله غفورا رحیما. روی خوبت بیت حافظ ساخر خاتمه می بخشیم. روی خوبت آیت لطفی بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف خوبی نیست در گفتار ما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی نور عرش محمد و علی آله و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.